بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام خدمت همه شما خانواده های عزیز و هموطنان عزیزم در هر جایی که هستین و هر کدام از شما عزیز و بزرگواری که امروز بیننده برنامه روشنا هستین سلام های گرم میخواد تقدیم میکنم به همه شما عزیزان و از خدای بزرگ میخواییم که جور و سعتمند و پیروز و موفق باشین بیایم یک سلام گرم تقدیم کنیم به صفات بسیار خوب و پسندیده مثلا چه قصه؟ مثلا بگویم که سلام بر مهربانی سلام بر محبت سلام بر خوبی ها سلام بر نیکی ها چقدر خوب است که ما صفات خوب و پسندی گاه گاهی بیایم تقویت کنیم در وجود خود ما وقتی من سلام میکنم برشان یعنی که اونا را برجسته میسازم اونا را بزرگ میسازم در زندگی خودمان مهربانی محبت وقتی اینا را یادآور میشیم به یاد خوبی ها مفتیم ذهن ما مثبت میشه دید ما مثبت میشه پس خوب است که گاه گاهی بیایم خوبی ها مهربانی ها محبت را هم یاد کنیم وقتی که یادی از مهربانی و محبت و خوبی ها میشه ناخودآگاه به یاد انسانیت میفتیم. و میفهمیم که بله انسانیت یعنی مهربانی انسانیت یعنی محبت و محبت کردن یعنی نیکی کردن و دور شدن از هر چی خشم و عصبانیت و پرخاشگری است چرا که جایگزین خشم و عصبانیت و پرخاشگری میتونه همین مهربانی باشم، همین محبت باشن و چقدر زیبا هست که ما کوشش کنیم به جای عصبانیت و خشم بیم مهربانی کنیم بیم مهربان باشیم بیم لبخند داشته باشیم بیم محبت کنیم زیاد سخت نیست خرجم نداره و اما چرا قسم صحبت ها دارم با شما عزیزان حتما شما عزیزان بیننده متوجه شدن که ما روزای یکشنبه در رابطه با پرخاشگری و خشم و عصبانیت با شما عزیزان گفتگو داشتیم و حالا میخوایم که بازم در این مورد صحبت کنیم و چرا که ما وقتی میگیم که بیم به جای پرخاشگری و خشم مهربانی و محبت را جایگزین کنیم خب حتما سوال براتون پیش میاد که خب ما هم خوش داریم ولی قدر سختی ها و مشکلات زیاد است که نمیمانه نمیمونه که ما مهربان باشیم نمیمونه که ما محبت کنیم نمیمونه که ما نیکی کنیم چون خود ما غرق مشکلات هستیم یک بهانه است انسان میتونه که محبت و مهربانی را فراموش نکند در وجود تمام سختی ها و مشکلات زندگی اما چه قسم با برنامه روشنا و گفتگوی ما همراه و همگام باشیم چرا که خواهر خوب ما خانم حسن که کارشناس امروز برنامه ما هستند با شما عزیزان در این رابطه گفتگو کردند و صحبت کردند راههای اونها را برای شما عزیزان بیان کردند که چه قسم و چگونه ما با خشم و پرخاشگری مقابله کنیم و کنترل کنیم امروز هم با ما هستند و سلام عرض میکنیم و خوش آمدید میگیم بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه روشن و امیدوارم که هر کجا برنامه رو میبینن جور و سهزمند باشن و روز خوب خوشی رو از خداوند متعال برای تمام بینندگان عزیز خواسته هستم تشکر خانم حسن زاده زنده باشین سلامت باشین بله خانم حسن زاده بیننده های خوب ما از روزهای یکشنبه با ما بودن و چرا چه اگر بیننده یا نو به جمع ما پیوسته همچنان بیننده باشن ما مقدمه و صحبت هایی که در برنامه های قبل داشتیم رو هم در لابلای برنامه های صحبت میگیم برای شما ما در رابطه با خشم و پرخاشگری صحبت کردیم راه های مقابله از او را گفتیم و امروز میخوایم که در رابطه با پرخاشگری کودکان صحبت کنیم شما والدین عزیز امروز حتما باید بیننده باشین چرا که ما با شما امروز گفتگو داریم شمایی که کودک در منزل دارین یا نوجوان یا جوان فرق نمیکنه درست خانم اصلا زده؟ بله همونطور که شما فهمیدید موضوع برنامه ما مدیریت خشم بود ما در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم در مورد ضرورت پرداختن به بحث خشم عواملی که باعث خشم شد و اینا رو بیان کردیم و گفتیم تکنیک ها و رفتارهای انسان باید انجام بده تا از خشم دور بمانه و خشم خود خور و مدیریت کنه و حتی گفتیم تاثیرات منفی که خشم در زندگی انسان داره چقدر میتونه به انسان ضربه بزنه ولی امروز همونطور که شما بیان کردیم ما موضوع ما در مورد پرخاشگری کودکانه مطمئنا یکی از دقدقه های که اکثر والدین با او رو, به رو هستن این از که دائما بچه ما به طریقه های مختلف داخل خانه پرخاشگری میکنه بله. و پرخاشگری های متفاوتی هم داره حتی بعض وقتا والدین میان شکایت میکنن که ما دیگه موندم چه کار کنیم با این فرزند خود چه راهکاری رو به کار ببریم تا بتانیم این فرزند این پرخاشگری و ها داخل خانه نکنه البته پرخاشگری های کودکان معمولا در هر سن متفاوته ولی بله همو جیغ داد کردن رو میتونیم بگیم لغت زدن رو میتونیم بگیم آه. یا چیزی پرتاب میکنن یا یک وسیله چیزی میخواین بزرگ از کس دیگه بگیرن به برد. طریقه های مختلف کودکان پرخاشگری خود, خود داخل خانه و جمع بروز یعنی با, با همسر داره یا در جمع خانواده که پدر مادر, مادر، یا ابروی خوار بیادرم داره دیگه بله با به همه تر ممکنه دارد. با مادر باشه با پدر یا باشه ولی بیشتر پرخاشگری هایی که ما میخوایم بحث کنیم والدین در داخل خانواده با کودک خود, خود پرخاشگری هایی است که کودک به سر پدر مادر خود داره بیشتر این موارد ممکنه به خواهر برادر و دوست و کسانی که معمولا کودکان در سن کودکی بیشتر با پدر و مادر خود تعامل دارن آه. و برخورد میکنن تا اینکه در اجتماع قرار گیره. حال ممکنه هفته یه که دو ساعت هم با هم سن و سالهای خود خو یا بیشتر یا کمتر باشد ولی به طور کلی همو پرخاشگری هایی که به داخل خانه با پدر و مادر خود یا خواهر خود دارد ما مورد بررسی قرار میدیم این رو بدانن هر والدینی تعارضی اگه هست اگه کودک از اونا پرخاشگری میکنه اگه خشونتی به داخل خانه داره ای یک طرفه قضاوت نکنه چرا کودک ما به این سبک سو حرکت کرده چرا کودک ما پرخاش کرده ای را بدانن که ای خود دخیل هستن او ارتباطه که شما الان فرمودین او محبته او سمیمیت بین ای والدین و اولاد کم بوده باید. باعث شده که کودک با پدر و مادر خود سازش ندیشته باشه, باشه و حتی در تاروز باشه برای که میخواد جلبه توجه کنه پدر از این، مادر از این به سمت از این توجه کنن و به این محبت کنن باعث میشه به طریقه هایی که گفتیم سر پدر و مادر خود جغداد کنه چون وقتی که جغداد باشه سر صدا باشه زد و کوب باشه باعث میشه پدر و مادر در استرس قرار گیرن مثلا یک چیزی رو در پرتاب میکنه در استرس قرار گیرن در این موقع میان پدر و مادر به میگن چی می و او چیزی که این کودک طلب میکنه در این جی پدر و مادر او رو برآورده میکنن آه. چون همین کار باعث شد که برای از این عادت خدای بشه بیا کودکی ما پدر و مادر از به این و توجه کنه باعث میشه که از طریقای پرخوشگری استفاده دفیقاً. کنه و چقدر این باعث میشه این کودک در بزرگسالی آسیب ببینه چون عادت میشه خدای نکرده به ای کودک. این کودک شخصیتش میشه باعث میشه که کودک مدام خواسته خور از پدر و مادر خور از برادر خواهر خود خور به صورت پرخاشگری بخواد و میدانه که با پرخاشگری خواسته از این برطرف میشه این یک مهارتی برای کودک میشه و عادتی ام. میشه و خیلی آسیب های میتونه به کودک بزنه پس این محبت و مهربانی که ما اول برنامه یاد کردیم چقدر میتونه مفید باشه حتی مانع پرخاشگری کودکان هم میتونه باشه یعنی اگر ما فکر کنیم در وجود یک انسان حالا یک فرد بگیریم یا بگویم که در محیط یک خانواده حالا آمدیم وارد اجتماع شدیم حالا جامعه هیچ کار نداریم فعلا خود ما و خانواده را اگر بررسی کنیم اگر در او انسان محبت و مهربانی باشه در جمع خانواده مهربانی و محبت باشه ما کمتر در او خانواده پرخاشگری خشونت و عصبانیت بله. پس مراقب مهربانی و محبت باشیم حتما همین محبت و مهربانی است که بین ارتباط ها در بین والدین و فرزند قوی میکنه همین هست که بین از اینا سمیمیت ایجاد میکنه به جایی که کودک پرخاشگری کنه با میشینه با پدر و مادر خود در حد توان صحبت میکنه ارتباط اه. کلامی داره البته ما این رو میگیم روانشناسان این بحث پرخاشگری کودکان رو سنای مختلف دستبندی کردن ما حتی برای جلب توجه یا رسیدن به هدف یک کودک از طریقه های مختلف استفاده میکنه تا به او هدف برسه مخصوصاً برای رسیدن به اسباب بیزی چون اسباب بیزی یک چیز مورد علاقه همه کودکانه <applause> ما به یک اسباب بیزی برسه هر فردی یا هر مثلا پدر مادر باشه خواهر برادر مانع از او از او بشن که به اسباب بیزی برسه حتی ممکنه حمله ور بشه به اونها خدای نکرده حتی ممکنه چیزی پرتاب کنه حتی جنی برای کنه. برای که را به دست بیاره اصلا. هر راه را انتخاب, انتخاب میکنه. خب پس این خب به آرامی و صمیمیت و مهربانی به خود داده بشه خب این باعث میشه که از جلوگیری بشه از خشونت او طفل اما روانشناسان میگن یک کودک از شش ماهگی ای در ب... اون نهفته است که پرخاشگر بار بیاد یعنی یک کودک طفل شش ماهه که اصلا ما فکر رو بکنه میگن این پرخاشگری رو ممکن است سن از خود خود بروز بده مثلا چرا؟ ما... یعنی ذاتی نه ذاتی نیست یعنی اگه زمینی و فراهم بشه او بروز میده مثلا مادری ما مثال میزنه مادری بچه شش ماهه رو به زمین گریشته از صبح تا شب با عملا مشغله های کاری داره این رو بلند نمیکنه بچه شش ماهه ناراحتی خود خرمای ابراز کنه گریه میکنه جیغ داد میکنه تا ای رو بلند کنن معمولا دیدین که وقتی بلند, بلند میکنن ای ساکت میشه آه. یعنی او ارتباط او سبیم بیاد او محبت باعث شد که ای تف آرام بگینه خب پس خوبه که والدین از قبل ای برنامه ریزی داشته باشن قبل از اینکه تو... گریه کنه اصلاً... و قبل از اینکه مثلا جیغ بزنه بیان و با او در ارتباط شوند و ارتباط سویمانه برقرار کنن و بغل کنن مثلا و او آرامش کنن میان برنامه آماده است تقدیم شما عزیزان همچنان بعد از یک میان برنامه همراهی کنین برنامه روشنا را با موضوع پرخاشگری در کودکان

تشکر و سپاس میکنم از همه شما عزیزانی که همراهی میکنین برنامه روشنا را و چقدر خوب است که هر روز یک برنامه روزی داشته باشین تایم برنامه را در ذهن داشته باشین با ما حتما همراه باشین چرا که در برنامه روشنا ما موضوعات مختلف را بررسی میکنیم که بسیار مفید است برای زندگی ما و شما چرا که ما همه دوست داریم که در زندگی موفق باشیم خوشبخت باشیم پیروز باشیم ولی خب راههایش به به حال باید بفهمیم و متوجه باشیم که چه مسیری و چه راههایی باعث خوشبختیت و موفقیت ما در زندگی میشم اگر هم سوال دارین با ما حتما در ارتباط باشین نمبر واتساپی را میگم براتون مثبت 964 ۲۵۵ نمبر ما هست شما عزیزان با ما در ارتباط باشین سوال پیشنهاد انتقاد هر صحبت و گفتگویی که دارین ما در خدمت شما عزیزان هستیم مشنویم و عمل میکنیم و اما در ادامه صحبت و گفتگوی خانم حسنزاده عزیز که کارشناس برنامه امروز ما هستند خانم حسنزاده قبل که بریم میان برنامه را ببینیم در رابطه با روانشناسی کودکان گفتین میخواین صحبت و گفتگو کنین میشنویم بله ما داشتیم به روانشن... بحث روانشناسی رو درباره سنهای مختلف کودکان داشته میگفتیم بحث ش... گفتیم از شش ماهگی امکان داره در یک کودک به طریقه مختلف بروز کنه ولی بله هرچی بس... هر کودک بالاتر بره و ارتباط بین پر... والدین و ف... فرزن فرزند کمتر باشه این باعث میشه پرخاشگری یا به طریقه بست. مختلف بروز کنه حتی باعث میشه یک کودک دو ساله منفیگرا بشه حتی باعث بشه که سری با کوچیک چیزی که مطابق دل از اون نبوده یا ت... چیزی که او طلب کرده به او داده نشه پرخاشگری از خود خو بروز حالا بده حالا من یک مثال میزنم شاید خانواده عزیز پی ببرن به این موضوع و میال برشان مجسم شود به خصوص خانواده ای که نو فرزندی متولد شده و یک اولاد یک سال و دو سال بله. دارن من خودم مثلا بارهایی را شاهد بودم که یک مادر جوانی که چند تا اولاد داره یک اولاد دیگه هم در خانه از او متولد شده خب مطمئن هستیم که زیادتر کوشش میکنن که به او اولاد که نو متولد شده دقت کنه توجه کنه خب به حال نیاز از او تفل هست ولی به اولادای دیگه خود توجه نداره یا کمتر توجه داره یا وقتش نداره یا حوصلش نداره که بتونه نیازهای از اونها رو برطرف کنه یا اگر نیازش رو برطرف میکنه ارتباط و عاطفی نمیتونه با اونا برقرار کنه و یک قسم است که میبینه که اولادای خردتر عصبانیت میکنن جیغداد میکنن و حتی پرخوشگری میکنن یک نمونه مثالی از زندگی ما بسیار نمونه خوبی رو بیان کردین چون این بین تفلای دیگه که محبت با اونها نمیشه باعث میشه حسادت ایجاد بشه مم. حسادت خود یک زمینه ناراحتی و پرخاشگری برای اطفال هست رو بیان کردن یا ممکن است مثلا سن که بالاتر بره مثلا یک بچه سه ساله دیگه با یک بچه مثلا یک ساله طریقه از او فرق میکنه چون بچه سه ساله احساس مالکیت مایه بکنه مم. احساس استقلال بکنه مثلا میخواد خودش غذای خودش رو بخوره مثلا یک شی از با بزی مخصوص به خود خود میدانه خب اینجا اگه کس دیگه به اون نزدیک بشه باعث میشه که این سر کنه و جق از داد کنه و یا ای که مثلا میخواد غذا خودی بخوره یا لباس خودی خود 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 بپوشه مادر اینو نمیذاره میگه تو هنوز کوچیکی نمیتونی خب این مانع شدن مادر زمینه پرخاشگری از این فرزند رو ایجاد میکنه پس والدین گرامی حتما توجه باشن که استقلال و ارزش قائل شدن برای فرزند میتون زمینه پرخاشگری کودک شما رو کم و تر کنه و حتی از بیماری یعنی مادر این رو بگیم آر... ممکنه این کودک ممکنه ات ات اولین باری که لباس بپوشه اصلا چپه بپوشه یا نتونه تمیزور بپوشه خب این اجازه رو به او بده بعدا بگیم بیا مرتب کنم تو مثلا لباس که پوشیدی مرتب کنیم کمک کردن اشکال نداره ولی او که از ابتدا با او اجازه نده به همراهی نکنه بعدش سن بالاتر بره سن چهار ساله دیگه ای کودک مثل کودک سه ساله نیه یک مقدار ارتباط کلامی یاد گرفته و از او جیغداد کمتر استفاده میکنه بیشتر ارتباط کلامی مثلا یک کودک چهار ساله اگه دقت کنی وقتی او رو عصبانی میکنی میگه من رو دیوانه کردی با ای که جمله کوتاه خود میخواد ای رو برسانه که من ناراحت است و من پرخوش یک مقدار خود خور تخلیه میکنه حالا اگه نتونه ارتباط کلامی خور مثلا ادامه بده حتی به زدن هم معمولا استفاده میکنه ده. ولی یک کودک چهار ساله وقتی 5 سال شش سال شد به هشت سالگی رسید دیگه اصلا از این کارهای جیغ و داد و اینا استفاده نمیکنه بیشتر از جدل استفاده میکنه آه. مثلا دشنام دادن چون ارتباط کلامی و مهارت از او بالا رفته میتونه صحبت کنه از خود, خود دفاع کنه و یا یک غروری هم بچه از هشت سالگی به بعد وجود میایه مثلا از کارهای جدل و حتی کلمات آمیز و دشنام استفاده میکنه پرخاشگری خود ابراز بده مهم. آگاهی که والدین داشته باشن که یک کودک در چه سنی به چه صورت باعث میشه که از خود خود پرخاشگری بروز بده این خیلی میتانه به اونها کمک کنه مهم. تا همون کودکی این پرخاشگری کودک رو از بین ببرن خدای نکرده به بزرگسالی نرسه و حتی کارهایی که باعث میشه که یک کودک رو پرخاشگر مثلا پرخاشگر کنه از اونها دوری کنن یکی از نمونه های بیان کنه معمولا بیشتر فرزندان به خاطر ای که پدر و مادر به اونا توجه کنن بله. باعث میشه پرخاشگری کنن همون جلب توجه والدین. خب والدین میگن من مشغله زیاد دارم مادر میگه من مگر تنها کار تفت کار جنی... مشغولیت زیاد دارن قضا درست کنه خانه رو مرتب آه. کن پدر میگه یعنی نمیتونه رسیدگی عاطفی داشته باشه بیشتر حالا ما خانم از حسن زاده زیادتر توجه داریم و اینکه باش که اولاد ما چی میخوره چی میپوشه چی میپوشه باش که خانه را پاک کنم باش که مثلا آشپس خانه را زیادتر پاک و آرام تب مرتب کنم و ای که مثلا ای که اولاد ما علاز آتفی چی نیاز داره و آیا من به محبت میکنم به اولادم یا نمیکنم به اینا کم تر توجه داریم ما. نکته که خواهم زوری میتانیم بگیم برای محبت به یک کودک که کودک اون نیاز از اون میرسانه جلب توجهی که پدر و مادر میکنه بازی کردن با کودکه حتی در تایم خیلی کم این بازی کردن با کودک خیلی میتونه به یک کودک پرخوشگرد کمک کنه که پدر و مادر به ما توجه دارن علاوه بر او ارتباط عاطفی معمولا کودکان زیاد حرف نمیزنن وقتی در سن دو سه سالگی هستن همون بازی کردن با این کودک باعث میشه پرخاشگری کودک رو تخلیه بلو. کنن حتما توجه کنم والده نگن که با حال چی ما آدم بزرگ بیام با تفل طفل بازی کنم همو بازی کردن میتونه خیلی از پرخاشگری کودکان رو از بین ببره بله. یا همکاری کودکی میخواد با پدر و مادر خود خود همکاری کنه ولی خدای نگه این کودک باعث میشه ناتوان بشه درست. این ناتوان شدن کودک ب یک والده باید بدانه بیش از این که پدر و مادر دارن عصب نیت خرج میدن او کودک ناراحت شده و پرخاشگر شده مثلا کودکی آمده سفره رو جمع کنه درست. آمده سفره جمع کنه خب مهارت نداره روش کار رو بلد نیه اینها همه باید ما بپذیریم ولی ام. ب... آمده یک ظرفی رو شکسته خب یا یک استکان آبی رو چپه کرده خب پدر و مادر بخ... به جای جایی که از او کودک کمک بخوان او کودک خودش ناراحت شده خودش بس... به اندازه بس... کافی, کافی پرخشگر شده بله. حتی از احساس ناتوانیش خودش اگه او جلوی گرفته نشه احساس شکست میکنه رنج میبره ولی پدر و مادر او رو میان تشدید میکنن تو که نمیتونی چرا وارد عمل شدی آمدی سفره کنی تویش وقت نمیتونی همیشه تو آنما رو مثلا هر چیز شکستانی از این گپا میزنن بعد برعکس پدر و مادر شخصیت او رو توهین و تحقیر قرار میتن <مه> کل نکته رو بیان کرد کلا این کودک احساس میکنه که من در کارها ناتوانم ولی اگه همین برعکس از کودک خود خود کمک بخواد حالی که استکان آب یا ظرف ظرفو شکستی مثلا استکان آب یک ظرفی بیار کنار جمع این کمک کردن باعث میشه پرخوشگویی کودک به صورت مدام تخلیه بشه درست. یعنی من تانستم کار خود جبران کنم این یک احساس غروری به اعتماد به نفس ای کودک رو درست. بالا میبره ولی متاسفانه به جای این کار مادر،, مادر،, و پدر مدام این رو سرزنش میکنن و باعث میکنه که ای کودک احساس ناتوانی بکنه آه. و یک مورد دیگه که واقعا باعث میشه یک کودک رو پرخاشگر بار بیاره و در سنهای بزرگ، بزرگتر که میشه و کلانتر میشه به این نکته خود کودک هم متوجه میشه عصبی بودن پدر و مادر است چون کودک الگو از او در داخل خانه پدر و مادر است. یعنی مادری که پرخوشگری میکنه اولاد پرخوشگر داره پدری که پرخوشگری میکنه اولاد پرخوشگر داره حتی جنگ دعواهایی که بین والدین است بعضی از والدین میگن ما خود 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 داریم حرف میزنیم ما به اولاد خود هیچ کاری نداریم ولی بدانین که او اولاد الان در او خانه ب... نهایت آرامش رو پدر و مادر خو میبینه حامی خود خود پدر و مادر خو میبینه خب اینجی وقتی که حتی محبت رو تنها کسی که میخواد از پدر مادر خو میخواد میبینه دو نفر در جنگ و دعوا دارن این احساس ترس در او ایجاد میشه بیشتر از کودکانی که پرخاشگر هستن از این ترس هم میشه که ایجاد بشه خب این کودک میترسه ترس از او باعث میشه که پرخاشگری در کودک بروز کنه و سالهای بعد از زندگی از اون مثلا نوجوانی ممکنه همونجی بگم ما الان دعوا کردیم به کودک مادر بزی میکنه هیچ توجهی هم نمیکنه بله. مثلا ولی ما می مثلا میگه که ما اصلا مش... روز دو بار با هم جدل, جدل میکنه و مشاجره میکنه ولی کودک مثلا توجه نمیکنه و بیزی خود خور میکنه بدانه که در دل او این مشاجرات تاثیر گذاشته دوست. او رنج خود خور برده حتی دوچار ترس شده ولی همچین کودکانی حتی باعث میشه از خانه کناری کنن گوش نشینی رو انتخاب کنن خب این نشانه های پرخاشگری رو بعدا بروز بدن بله. این رو باید پدر و مادر حتما توجه داشته دشت باشن که زمینه عامل بعضی از کودکان که پرخوش کردن خود پدر, و خود مادر, پدر است. و مادر هست پس آرامش در وجود خود پدر و مادر اهمیت بسیاری داره که ما اول آرامش را از وجود خود ما شروع کنیم خود ما را آرام بسازیم و این آرامش را به اعضای خانواده خود ما تقدیم کنیم فکر میکنم که مثل یک هدیه میمانه کمتر از یک هدیه نیست آرامش دادن به اعضای خانواده پس بیایم این هدیه را حتما تقدیم کنیم به یک یک اعضای خانواده خود ما بعد از میان برنامه همراه ما باشیم

از دل بیننده در مورد عوامل پرخوشگری صحبت میکنیم به خصوص در کودکان و قابل توجه شما والدین عزیز کوشش کنیم که خود ما را و رفتارهای خود ما را حتما کنترل داشته باشیم باختر از این که فردا روز باز نگویم که چرا اولادای ما پرخاشگری میکنن چرا خشم دارن چرا عصبانیت میکنن چرا لجبازی میکنن تمام این چرایی های رفتارهای کودکان ما برمیگرده به رفتارهای خود والدین و سایر عوامل دیگری هم باقی هست وقت کم هست و میخوایم که بشنویم از زبان خانم حسن زاده خانم حسن تا که فرصت هست عوامل بگویم که وقت کم نیاریم بله یه مورد دیگه که میتونیم برای والدین محترم بیان کنیم هیچ وقت اولاد خود خور با اولاد خواهر برادر از او خو... یا با اولاد مثلا به چه کاکا از او به چه ماما از او مقایسه نکنن چون همین مقایسه کردن خودی باعث میشه اثرات منفی بر روی کودک بذاره حتی کودک رو ناراحت میکنه و زمینه پرخاشگری یک کودک رو فراهم میکنه بعض وقتا از به پدر مادرای این نکته رو تذکر میده میگن نه ما این حرف رو به کودک خود خور میزنیم که کودک ما یاد بگیره تلاش کنه که یک فرد موفقی باشه نه این الگور داره به کودک معرفی نمیکنه بلکه داریم رقیب برای کودک ایجاد میکنه که یه حسادت در کودک به وجود بیاد که بعدا یک فرد پرخاشگره بشه چون هر کودک استعداد متفاوتی داره خانم حسن زاده شما امیال مثلا دلایل میگیم نه عوامل و دلایل میگین و همزمان راهکار رو بیان میکنین برای هر عاملی بله. بخاطر از فرصت محدود هست و خانم حسن زاده میخواین که باقی نمانه صحبتی صحبت همزمانه که عوامل و دلایل به هر حال را میگن راهکار از او رو هم همزمان برای زو بیان میکنن بله. بسیار خوب در این میگیم دیگه پدر و مادر نباید مقایسه کنن بلکه هر استعداد از کودک با استعداد کودک دیگه کاملا متفاوته مثلا بچه ماما از ممکن استعداد علاقه و زو به داخل یک هنری باشه ولی کودک شما به داخل مثلا درس خواندن ممکنه باشه یا یک کار هنری باشه پس این رو باید والدین حتما توجه کنن چون احساس منفی دادن به کودک امه. یک کودک منفی بار میارن و این حسادت رو در کودک به وجود میارن مثل نکته که شما بیان کردیم مثلا ممکنه یک کودک وقتی که کودک بعدی میایه به او بیشتر توجه میشه اینجی باعث میشه حسادت کودک برانگیخته بشه حتی به کودک فکر کنه رقیبی داره خب پرخاشگری از اون کودک ممکنه در روزهای آینده برای مثلا به تایی بچه چهار پن ماه میشه او همینجوری داره حسادت از ای رشد میکنه و یک کودک منفی با رشد میکنه م. که فکر میکنه این کودک آمد رقیب ازی شد محبت ازی خانواده ازی گرفت یا شریک پیدا شد برای محبت این مواردی است که والده حتما باید توجه کنه حتی در جاهای ما داریم وقتی یک کودک دیگه متولد میشه محبت پدر و مادر باید نسبت به کودک اول بیش از او باشه یعنی بیش از او کودک دوم باشه چون نیاز از او زیادتر, زیادتر هست. هست. که احساس نکنه کم بود نه احساس کم بود نکنه چون همین احساس کم بود و محرومیت از محبت یک کودک پرخاشگری ممکنه تربیت کنیم در صورت که پدر و مادر حتی ممکنه متوجه این مسئله نباشن درسته. بگن این کودک دیوم نیاز داره خب این مسائلی است که باید حتما دقت کنیم و هیچ وقت این زمینه رو ایجاد نکنیم که یک کودک حسود بار بیاریم همیشه فلانی رو دیدی فلانی رو دیدی یعنی حسادت کودکان بیشتر به خاطر مقایسه کردن است ولی یعنی خب ریشه های دیگه هم دیگر هم باشن. خیلی داره ولی بله. یکی از موارد از اون ممکنه مقایسه کردن و ایجاد رقیب برای از او باشه ام. که زمینه ناراحتی و پرخوشگری از این کودک رو فراهم میکنه حالا خب همکارای ما مدنظر نظر دارن میگن که شما اول دلایل کاملا بیان کنین عوامل پرخوشگری در کودکان دلایل پرخوشگری در کودکانه و بعد از او حالا امروز یا در برنامه های بعدی باز میتونیم در رابطه با راهکارهای از او گفتگو کنیم بخاطر از اینکه بیننده ها کاملا متوجه شوند که اول دلایل از ای چی هست چرا مثلا باید کودکان پرخاشگری میکنن بعد از او باز به مرور ما انشالله در برنامه های بعدی به راهکارهای از او صحبت میکنیم بله این نکاتی که ما برای عوامل پرخاشگری دارم بیان میکنیم نکته ها رو بیان میکنیم ولی ترفند اصلی با پرخاشگری که یک پدر و مادر چه ترفندهایی رو به کار ببره تا کودک پرخاشگری تربیت نکنه انشالله راهکارها به صورت مفصل در جرسرد آینده ما اینها رو درست. بحث میکنیم الان به صورت خلاصه و یک راهکار خیلی جزئی که مثلا والدین متوجه باشن همچین مشکلی هست ولی او رو ما انشالله که برای پا والدین بیان میکنیم در جلسه آتی رو بیان میکنیم بسیار مسئله دیگه که میتونیم از عوامل همین پرخاشگری در کودکان باشه و شاید هیچ وقت هیچ پدر مادری اوقدر توجه هم به او داشته باشه ولی مورد نظر رو نگیره یک خستگی و گرستگی کودک هست این خیلی تاثیر داره در پرخاشگری کودکان بعضی از کودک والدین هستن وقتی که زمینه ها رو از اونا میپرسیم چه عواملی مثلا ممکن میگیم همین مشکل است میگه نه مشکل دیگه نه ولی یک مورد میگه ما شبها دیر میخوابیم مثلا ممکن ممکنه یک بچه ما یک کودکی که مثلا با ساعت نه ده بخوابه یک کودک داره ساعت یک شب میخوابه دو شب میخوابه خب این پرخاشگری از او رو بدانین خود والدین استراحت به جا نداشته کودک درستان. فراهم کردن یا تغذیه مناسب خیلی اثر داره که این کودک داره چه تایم غذا میخوره و اگه کودک مثلا فعالیت زیادی داشته و تغذیه نامناسبی داشته خودی عوامل پرخاشگری از این کودک رو فراهم میکنه پس باید استراحت ام. و تغذیه از این کودک مد نظر قرار بگیره یعنی دیگه توجه داشتن به نیازهای کودک حالا این نیازهای کودک میتونه خوراک باشه پوشاک باشه استراحت باشه یا محبت باشه کم بوده محبت داشته باشه کم بوده توجه داشته باشه که اینا همه میتونن دلائل پرخوشکری باشن بله مطلب دیگه ای که بعضی از والدین میگن ما دیدن که پرخاشگری نشانه قدرت خود خود میدانه کیا؟ از والدی بعض والدی آره. میگن قدرت وقتی من به سر بچه خود جه و داد میکنم و سر صدا میکنم به جا خود میشینه حرف من متوجه میشه این پس مت پرخاشگری استفاده کنه نشانه قدرت خود میدانه حتی میگه وقتی که می مثلا کمک مام بکنه بره می مثلا مادر یه مادریه در قضا بختن هرچی به دختر خوب بگم بیا به من کمک کن کمک نمیکنه به معنی که خشم میکنه و عصبی شما اینا باعث میشه دختر بیایه به سمت من و کمک کنه خب این رو یک مادر داره یا یک پدر به فرزند خود خود آموزش میده مجوز میده بره فرزند. زنده خود خب امید. که نشانه قدرت پرخوشگریه نشانه کمک خواستن پرخوشگریه امه. خب این کودک هم یاد میگیره زمانی که کمک نیاز دیش نش... زمانی که میخواست از قدرت خود خب استفاده کنه و نتونیست پرخوشگری کنه ولی بله ما در تربیت فرزند قبلا هم بیان کردیم الان هم میگیم امام علی علیه السلام در این زمینه فرمودن لا ادب مع زمانی که پرخاشگر هستی تو اصلا ادب نکن تربیت نکن بلکه زمانی تربیت کن که پرخاشگر نیستی خب این حال ممکنه لطمه نداره بگیم نه کمک کرد به حتی قدرت ما را هم نمایان شد به کودک ما او عصبانیت و حیبت ما یک پدر میگه او حیبت بله. رو بچه میدید. درست. درست. اصلا به چه مدید داریم ما مثلا میگیم که چشم ترس داشته باشه باش که اولاد از ما چشم ترس داشته باشه که وقتی که بخواهیم هر کار را انجام بده بدون از که دلیل بیاره خب این چشم ترس داشتن همو پرخاشگری هم عصبانیت هست دیگه همون که چهره خود در هم میکنه ناراحت که باش که او اولاد بترسه و بخیزم کارهای خود پیش ببرم این چشم ترس گرفتن کار خوبه نیست شما میگه ولی بله. بله بسیاری از والدین میگه که نه اگر این نباشه دیگه کارهای ما پیش نمیره بل... اولاد دیگه از ما حساب نمیبره او اقتدار ما را دیگه حفظ نمیکنه ما به عنوان یک پدر مادر دیگه اوباحت نداریم حتی باعث میشه که سیاست به سر از اونها انجام بدیم گوش حرف ما دیگه هیچ وقت گوش نگنه بلکه سیاست داشتن و منطقی عمل کردن جدا از اون اکس که پرخاشگری با مثلا زدن و اینها هیچ فرزندی تربیت نمیشه همودم ممکنه این قانه بشه یک کاری رو انجام بده ولی بدانین او کینه اون نفرت او دور شدن از ارتباطی که بین یک فرزند و اولاد باید باشه خیلی زیاد میشه بله. ما حل مسئله پرخاشگری کودکان کار حساسیه نیاز به صبر و حوصله داره اینیه که بگیم ما الان زمانی حد رسیده که کودک خود رو پرخاشگری کنیم و او که حرف ما رو گوش کنه نه اینجی صبر نیاز داره مدارا نیاز داره بردباری نیاز داره که من چجور با این فرزند خود خود مدارا کنم تا در عین حال که این حرف مرگوش گوش میکنه او سیاست هایی که میخوام به این بچه اعمال کنم خب ولی نه که بگه نه من پرخوشگری میکنم خب ممکنه بازده کوتاه مدت دیشته باشه از او ترسی که بچه داره از او سرصدای استرابی که در او ایجاد میشه ممکنه همون دن یک کاری را انجام بده حرف پدر و مادر کنه. ولی در بلند مدت او سمیمیت رو از بین میباره و حتی باعث میشه لطمه های عاطفی رو بزنه وقتی بچه به بیرون از خانه دوچار مشکلی بشه دیگه به داخل خانه نمیه مشکل خود پدر و مادر خود حل کنه بلکه در همو بیرون سعی میکنه افراد مهربانتر بله. پیدا کنه و مشکلات خود خور حل کنه دسته. حالا مثلا زاده اگر که والدین تا با حال اما قسم که گفتیم که و با حد خود امرای با عصبانیت و پرخوشگری میخوان ثابت کنن سیاست کنن سر اولادا و چشم ترس بگیرن تا به حال اگه یک قسم پیش رفته تربیتشان خب آیا راهی وجود داره که بخوایم که از اول شروع کنن یا ای که هیچ از اول شروع نکنن کار را پیش بگیرن رفتارهایی را پیش بگیرن که یک تغییری در رفتار خود ایجاد کنن یا ای که نه دیگه بگر نگاه از ما گذشته دیگه ما دیگه نمی قسم اولادای ما کلان شده ما نمطور سیاست کردیم عصبانیت کردیم پرخوشگری کردیم کاران پیش رفته اولادای ما آل کلان شدن دیگه رای چاره نیست دیگه این گپا برای ما نیست این گپا برای کسای هستن که نه و میخواین اولاد دار شوند آیا این قسم میتونیم بگوییم ما میگیم تغییر در هر جایی که زندگی از انسان باشه قابل اتفاقه او طور نیست که بگیم من عادت کردم به این روند خود خود پس از ما گذاشته نه از هر زمانی که آمده ولی ممکنه است سختتر باشه تغییر در این مرحله مثلا برای کسی که سی سال مثلا 20 سال با اید خلق و خوب رشد کرده مطمئنا اولاد از او پای درد مثلا بشینیم از پای صحبت اولاد از اونا میگن که پدر ما, پدر ما حتی به ما ظلم کرده ما دیدیم همچین افرادی که میگن پدر مادر ما به ما ظلم پال مادر که نه و پدر بیشتر مثلا احساس ابهت میخواد نشان بده میگن که ما ظلم کردن حتی در او حد اینها رو گناهکار میدانن خب حالا اگه بگن و متاسفانه خودشان هم, هم قسم شدن حال خودشان هم یک انسان های اولادای پرخاشگر شدن و سبا روز وارد زندگی شوند همون روال پیش میبرن همون روال ولی ب... تغییر امکان داره با مثلا نمیگه ما تغییر در یک روز پرخوشگری ما گفتیم در آن واحد قابل تغییر نیست میتونیم به صورت تدریجی البته راهکارها را قرار شد که در برنامه بعد بگوییم برای بیرنده های ما درست است بله. خب بسیار خوب پس ما برای بیننده های از ما وعده میکنیم که راهکارها را که بسیار حساس و مهم هست که بتانیم مقابله کنیم با پرخاشگری خود ما اینها را در برنامه بعدی تقدیم شما عزیزان میکنیم حتما بیننده برنامه باشید تشکر خانم حسن زده صحبت هایتون باشید سلامت باشید همه بینندگان محترم والدین موفق و دور از خشم باشند تشکر و سپاسگزار از خانم حسن عزیز و همچنین شما عزیزانی که همراهی کردین برنامه شناره. تا روز دیگه که باز هم با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم شما را به خدا میسپاریم و موفقیت سربلندی و پیروزی برای یک یک شما از خداوند خواهان هستیم خدا نگهدار